سی 5: مردی به نام اووه و نتوانی اجتماعی وقتی پروانه با دستپاچگی تمام یک راست وارد راهرو خانه اوه می شود و بدون اینکه سلام کند به سمت توالت می رود طبیعی است که اوه نتواند در ابتدا تصور کند که چطور امکان, دارد در این 20 ثانیه خندهداری که طول می کشد تا پروانه خودش را از خانهش به اینجا برساند نیازش به دستشویی رفتن آنقدر زیاد می شود که حتی نمیتواند مثل یک بچه با عدب یک صبح به خیر بگوید ولی همسرش یک بار به او گفته بود خشم شیطان هم در مقابل زن بارداری که در وضعیت استراری قرار داره هیچ محسوب میشه. بنابراین دهانش را بست. همسایه ها میگویند اوه در این چند روز اخیر آدم کاملا متفاوتی شده است. میگویند تا به حال او را تا این حد مبارز ندیدن و اوه به آنها گفته بود دلیلش این است که تا به حال مجبور نبوده برای حفظ منافع آنها بجنگد ولی سراسر عمرش مشغول مبارزه بوده. لعنت آنقدر که اوه در این چند روز اخیر دویده و در تمام خانه های شهرک را زده بود پاتریک او را با ربات انتقام گیر آینده مقایسه می کند اوه منظور او را نمی فهمد، ولی به هر حال شب قبل, از قبل, شب قبل ساعتها با پروانه و پاتریک و دخترها در خانه آنها نشسته بود و پاتریک هم تمام مدت به شکل دوستانه سعی می کرد اوه هنگام نشان دادن چیزی روی صفحه نمایش کامپیوترش دائما اثر انگشتش را آنجا باقی نگذارد جیمی میرساد، آدریان و آندرس هم آنجا بودند جیمی تلاش میکرد آشپزخانه پروانه و پاتریک را به ستاره مرگ تبدیل کند و اوه عنوان دارت را اعتام کند به اصلا معنای این کلمه را نمیدانست ولی میتوانست تصور کند که باید یک چیز کاملا احمقانه باشد او به ابتدا پیشنهاد کرد که از کلک خود رونه استفاده و توی گاراژ مرد سفید پوش مقداری ماریجوانا مخفی کند. ولی چون پروانه از این فکر خوشش نیامد روی نقشه ب کار کردند. ولی پاتریک اعلام کرد که در تهیه این نقشه به موفقیت کامل دست پیدا نمی کند و آنها به آخر خط رسیدند. در این لحظه اوه قرقر کنان از پروانه اجازه خواست از تلفنش استفاده کنند. به یکی از اتاقها رفت و به یک نفر زنگ زد نه به خاطر اینکه از این کار لذت می برد بلکه چون وقت جنگ بود و استفاده از تمام ابزارها مجاز پروانه از توالت بیرون می آید اوه انگار پروانه در استراحت بین دو نیمه می باشد می پرسد. کار تموم شد پروانه با سر تصدیق می کند. ولی وقتی می خواهد بیرون برود چشمش در اتاق نشیمن اوه به چیزی می افتد و توقف می کند. اوه جلوی در ایستاده ولی می داند پروانه به چیزی زل زده است. قرولونت کنان می گوید این چیز خاصی نیست و سعی می کند پروانه را به سمت در ببرد. وقتی پروانه از جایش تکان نمی خورد اوه با لگت به آستانه در ضربه میزند زند. بی مصرف افتاده بود کمی سنباده کاریش کردم و دوباره رنگش زدم چیز خاصی نیست پروانه نج میگوید وای اوه اوه دوباره خودش را با لگت زدن به آستانه در مشغول میکند میگوید میتونیم دوباره سنباده بزنیم و صورتیش کنیم اگه قرار دوباره دختر بشه بعد سینهاش رو صاف میکند و ادامه میدهد یا پسر این روزا پسرا هم میتونن وسایل صورتی داشته باشن پروانه دستش را جلوی دهانش میگذارد و به تخت خواب آبی رنگ نوزاد خیره می شود. به او اختار می کند. اگه شروع کنی به زار زدن اونو بهت نمیدم. و وقتی پروانه واقعا گریه می کند اوه آه کشان از دست این زنها. رویش را رو بر و وارد خیابان می شود. نیم ساعت بعد مرد سفید پوش، سیگارش را زیر پا خاموش می کند و در خانه آنیتا و آن را میزند. از قیافه او هم پیداست که دارد وارد میدان جنگ می شود. سه مرد جوان که لباس متحد و شکل پرستاری به تن دارند او را همراهی می کنند. از قرار معلوم مرد حساب می کند که با مقاومت خشونت آمیز مواجه می شود. وقتی زن ریز اندام در را باز می کند، سه جوان به نظر شرمنده می شود. ولی مرد سفید به سمت او می رود و پرونده ها را طوری جلوی او تکان می دهد انگار یک تبر در دست دارد. در حالی که از صدایش ناآرامی میبارد به اطلاع آنیتا میرساند وقتش رسیده و سعی می کند وارد راه رو شود ولی آنیتا راه او را سد می کند آنقدر که یکی در حد و اندازه او بتواند راه کسی را سد کند بدون اینکه حتی یک سانتی متر از جایش تکان بخورد میگوید نه مرد پیراهن سفید پوش لحظه ای درعی می کند و به آنیتا خیره می شود. سرش را از شدت بیحسلگی تکان می دهد و پوست دو طرف بینیش را چنان می کشد انگار می خواهد بینیش را در صورتش چال کند. شما دو سال وقت داشتید خودتون رو آماده کنیم خانم آندرسون. تصمیم نهایی گرفته شده. سعی می کند از کنار او رد شود. ولی آنیتا قرص و محکم جلوی در ایستاده است. درست مثل یک صخره آنیتا نفس عمیقی می کشد و همچنان به مرد ظلم می زند. این چه عشقیه که آدم به محض اینکه اوضاع سخت شد منشوقش شد دو دستی تحویل بده به محض اینکه قوای جسمیش تحلیل رفت ترکش کنه شما بگید این چه عشقیه صدای آن... صدایش آنچنان سوزناک است که چیزی نمانده قش کند. رونه نیمی از روز رو اصلا نمیدونه کجاست تحقیقات نشون داد که خودم میدونم آنیتا حرف مرد را قطع و به سه پرستار اشاره می کند. خودم می دونم. مرد سفید پوش دوباره آه می کشد. می پرسد. ولی کی باید ازش مراقبت کنه آنیتا؟ و سرش را تکان می دهد. بعد یک قدم به سمت جلو بر می دارد و به سه مرد جوان اشاره می کند که دنبالش برم آنیتا می گوید خودم ازش مراقبت می کنم. چشمانش به سیاهی یک گرداب شده است. مرد سفید پوش دوباره سرش را تکان می دهد و سعی می کند آنیتا را کنار بزند. در این لحظه متوجه سایه هایی می شود که پشت سرش جمع می شود. اوه می گوید و من پروانه می گوید و من پاتریک، جیمی، آندرس، آدریان و میرساد هم همزمان می گویند و من و جوری به سمت در حجوم می برند که چیزی نمانده زیر دست و پای هم له شوند. مرد سفید پوش سر جایش می ایستد. چشمانش تنگ تر خانمی چهل و چند ساله که موهایش را دومسری کرده با یک شلوار جین رنگ رو رفته و یک بادگیر سبز کمی گشاد کنار او ظاهر می شود. زن می گوید خبرنگار روزنامه هستم و مایرم از شما چند سوال بپرسم و دستگاه ضبط صوت را جلوی او می گیرد. مرد سفید پوش مدتی طولانی به او زل می زند. بعد نگاهش را به او میدوزد. هر دو مرد به هم ظلم میزنند وقتی قفل دهان مرد سفید باز نمی شود، زن خبرنگار از داخل کیفش یک سری مدارک بیرون می کشد و دست مرد می دهد. می گوید این ها مدارک تمام مواردی هستند که شما و مخش مربودتون روی اونها کار کردید. پرونده بیمارانی مثل رونه که به زور و خلاف خواسته خود و خانوادهشون به آسایشگاه فرستادید. تمام کارهای غیرقانونی که در آسایشگاهی که آسایشگاه که بیماران به دستور شما به اونجا فرستاده شدند انجام میشن شد. تمام مواردی که در آنها به قانون بیتوجهی شده و روند رسیدگی به پرونده ها درست نبوده با چنان لحنی این کار را انجام می دهد انگار دارد به او سویچ ماشینی را که تازه در قره کشی برنده شده احتام می کند بعد لبخند می زند و اضافه می کند میدونید وقتی یک خبرنگار رو بروکراسی حاکم کار میکنه بهترین دلخوشیش اینه که خود بروکرات ها اولین کسانی هستن که قوانین رو زیر پا میگذارن مرد سفید پوش او را لایق نگاه کردن نمی بیند. همچنان به اوه خیره شده است. هیچ کدام کلامی حرف نمی زند. مرد سفید پوش دندانهایش را لحظه به لحظه بیشتر به هم می فشارد. پاتریک که پشت او ایستاده سیناش را صاف می کند. اسا زیر بغل از راه رو بیرون می آید و با سر به مدارکی که مرد در دستش دارد اشاره می کند. بله و اگه خو از خودتون میپرسید که اون چیزی که کاملا بالای همه قرار داره چیه پرینت هفت سال گردش بانکی حساب شماست و از جمله نشون دهنده مبلغ تمام بلیط های قطار و هواپیماهایی که شما با کارتتون پرداخت کردید و لیست تمام هتل هایی که در اونها اقامت داشتید و یک گزارش در مورد تاریخچه کامپیوترهای ادارتون و تمام نامه های الکترونیکی که رد و بدل کردید چه اداری چه شخصی نگاه مرد حالا بین دو نفر سرگردان می شود فک جوری به هم فشار می آورن که پوست اطرافش سفید می شود. خانم خبرنگار دوستانه می گوید البته نه اینکه بخوایم ادعا کنیم میان این مدارک چیزی وجود داره که شما بخواین برای خودتون نگهش دارین پاتریک خیلی جدی میگوید واقعا نه و سرش رو تکان میده دهد. خبرنگار سرش رو میخواراند و میگوید ولی میدونید که پاتریک میگوید اگه آدم شروع کنه به کند و کابه گذشته خبرنگار لبخند میزند و میگوید او من خودم با مواردی برخورد میکنه که طرف مربوطه ترجیح میده اونها رو پنهان نگه داره پاتریک اضافه میکند چیزهایی که ترجیح میده فراموششون کنه و با سر به اتاق نشیمنی اشاره می کند که کله رونه از بین سندلی های داخل آن ظاهر می شود. تلویزیون خانه روشن است. از داخل بوی قهوه تازه به مشام می رسد. پاتریک با یکی از لنگه های اسایش به مدارکی اشاره می کند که مرد در دست دارد. به نحوی که با نوک اصایش مقداری برف روی سفید پوش پاشیده می شود. می گوید؟ مخصوصا مورد مرورگر کامپیوترتون جالب توجهه. و بعد هم کنار هم می ایستند. آنیتا و پروانه و زن خبرنگار و پاتریک و اوه و جیمی و آندرس و میرساد و مرد پیراهن سفید پوش و سه جوان پرستار و چنان سکوتی فراگیر شده که آدم مشابهش را از بازی پوکر می شناست. چند ثانیه قبل از اینکه پوکر بازانی که دار و ندارشان را شرط بندی کردن کارتهایشان را رو, رو کنند. بالاخره بعد از چند لحظه که تمام حضار احساس می کنن انگار یکی سرشان را زیر آب کرده و آنها دیگر قادر نیستن نفس بکشند مرد سفید بوش کم کم شروع می کند به ورق زدن مدارک. با هرس می گوید این آشقالا رو از کجا جمع کردید؟ مرد شانه هایش را تقریبا تا گردن بالا داده است او به ناگه هم با خش فریاد می کشد از اینترنت و دست به کمر یک قدم از مقابل خانه آنیتا و جلو می آید. مرد پیراهن سفید پوش نگاهش را بالا می آورد. زن خبرنگار سینه را صاف می کند و به پرونده ها اشاره می کند. شاید بین این مدارک قدیمی حتی یک مورد قین قانونی هم پیدا نشه. ولی سردبیرم مطمئنه که بخش حقوقی ادارتون با توجه به سرسده که رسانه ها درست می کند مجبور میشه شه ماها درگیر شکایت های حقوقی شه. حتی سالها بعد دستش را رو دوستانه روی شانه مرد میگذارد بنابراین فکر میکنم بهترین راه حل برای جمع این باشه که راهتون بکشید و برید اووه اصلا نمیتواند این لحظه را باور کند مرد ریزاندام واقعا راهش را میکشد و میرود رویش را برمیگرداند و میرود سه جوان پرستار هم دنبالش سر می میپیشد و ناپدید شود. درست همانطور که یک سایه وقتی خورشید در آسمان به بالاترین نقطهش می رسد. درست مثل شرارت وقتی داستان به پایان می رسد. خبرنگار مغرورانه سرش را برای اوه تکان می دهد. نگفتم هیچ کس دافت با یک خبرنگار در نمیافته. اوه دستایش را میگذارد داخل جیبهایش. زن نیشخند میزند میزند و میگوید حالا به قولی که به من دادی فکر کن. از دهان او صدایی بیرون می آید که تنینش مثل آن لحظه است که آدم یک در چوبی را به خاطر خیس شدن باز،, باز کرده باز می کند. زن می پرسد نامه ای که برات فرستادم خوندی؟ او سرش را به علامت نفی تکان می دهد. زن از او می خواهد پس این کار کارو بکن. جواب اوه چیزی است که یا میتواند باشه باشد یا صدای بازدمی که از بینی خارج شده است آندرس هنوز بیرون ایستاده و نمیتواند دستهایش را آرام نگه دارد بعد تصمیم میگیرد آنها را بدون اینکه قدرت تخیلش را به کار بیاندازد روی شکمش بگذارد نهایتا طوری میگوید سلام انگار این کلمه همزمان با صاف کردن سینه از دهانش بیرون پریده باشد زن خبرنگار لبخند میزند و میگوید سلام آندرس میگوید من یکی از دوستان اوه هستم زن خبرنگار میگوید من هم و بعد همان اتفاقی که باید میافتد. یک ساعت بعد که اوه خانه را ترک می کند، مدتی با رونه در اتاق نشیمن خلوت کرده. با او با صدای پایین حرف زده است. چون رونه و او می بدون مزاحمت با هم حرف بزنند. اوه پروانه و آنیتا و پاتریک را به آشپزخانه فرستاد و اگر آنیتا از بیماری شوهرش خبر نداشت می توانست قسم بخورد که بارها صدای خنده او را در حین مکالمه با اوه شنیده است.